به نام خداوند بخشنده مهربان. خانواده محل آرامش و محبت است. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. اوست که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از خودش پدید آورد تا در کنار او آرام بگیرد. گواهی می دهم که نیست معبود برحق جز الله یکتا بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر آل و اصحاب و پیروان راستین او باد. اما بعد، بدون تردید خانواده اساس مجتمع و هسته ساختار آن است، و با انسجام و استقرار آن مجتمع انسجام و استقرار می‌یابد. بنابراین اسلام به ساختار خانواده منسجم اهتمامی بزرگی داده است تا در ضمن آن آرامش، محبت و مهربانی میان افراد و میان افراد آن تحقق پذیرد، چنانچه خداوند متعال می فرماید: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه های او این است که همسران از جنس خودتان برای شما فرید تا به آن آرام گیرید و در میان تان مودت و رحمت قرار داد. بیگمان در این امر نشانه های است برای گروهی که تفکر می کنند. کسی که در این آیات مبارکه تفکر نماید در می یابد که خداوند متعال بیان کرده که خانواده یکی از نشانه های بزرگی او است. پس خداوند متعال ازدواج را سبب آرامش قرار داده است، چون مرد در خانواده کنار همسر خود آرامش می‌یابد و زن نیز در کنار شوهر خود به آرامش و سکونت می‌رسد. و خداوند متعال محبت و مهربانی را اساس ساختار خانواده قرار داده است. مودت صفتی است که باعث برخورد نیک می‌شود. پس هر یک از همسران تخطی ها و اختلافات طبیعی طرف متقابل خود را تحمل می کند، چنانچه پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده: هیچگاه مرد مسلمان از زن مسلمان نفرت نمی کند، اگر برخی از اخلاق او را زشت پنداشت از برخی دیگری آن خوشنود می شود. و با چنین برخورد اساس خانواده بر مفاهیم نیک برخوردی و محبت و مهربانی استوار می شود، و در سایه این خانواده منسجم و مستقر اخلاق نیک رشد می کند و خصال خوب و نسل نیکوکار به وجود می آید و سعادت و خوشبختی اطراف خانه را فرا می گیرد. و برای تحقیق آرامش و محبت در خانواده باید امور زیر مراد شود: برخورد نیک، معاشرت پسندیده، چون خداوند متعال فرموده: وعاشروهن بالمعروف، همراه زنان با اسلوب شایسته برخورد کنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده: همراه زنان خوبی کنید. و در حدیث دیگری فرمود: بهترین زنان شما همان زنی است که هرگاه شوهرش به سوی او بنگرد خوشحال شود، و هرگاه او را به کار فرمان بدهد شوهرش را اطاعت کند. وقتی شوهرش از نزد او غایب شد، حق او را در نفس خود و مال او حفاظت و نگهداری کند. و برخی دیگری از آن خصال نیک: باید شوهر بر خانواده خود نفقه بدهد، برای آنان غذا، نوشیدنی و لباس تهیه نماید، چون خداوند متعال فرموده: و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، بر آن کس که فرزند برای او متولد شده یعنی پدر لازم است خوراک و پوشاک مادران را به طور شایسته بپردازد. و در آیت دیگری فرموده: لینفق ذو سعت من سعته، آنان که ثروتمند هستند باید از دارایی و ثروت خود انفاق کنند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده: بهترین صدقه است که از روی بی‌نیازی باشد و
و دست بالا یعنی دست صدقه دهنده از دست پایین یعنی گیرنده صدقه بهتر است و هر یکی از شما ابتدا به کسی صدقه دهد که تحت تکفل و سرپرستی او است. و در حدیث دیگری فرموده همین گناه انسان را کافی است که افراد تحت سرپرستی خود را ضایع و نابود بسازد. از جمله آن نگهداری اسرار میان زوجین است، چون هر کدام زوجین ستر پوش و آرامش بخش دیگرشان است. افشا کردن اسرار را نه دین میپذیرد و نه اخلاق نیکو. پیامبر علیه السلام فرموده روز قیامت بدترین جایگاه نزد الله از آن مردی است که با همسرش هم بستر می شود و زنش با او هم خواب می گردد و آنگاه راز همسرش را فاش می کند. و برخی دیگری از خصال نیک مشارکت در تربیت فرزندان به طور درست و مناسب است. مسئولیت والدین بر رعایت فرزندان تنها با تقدیم غذا و آب و امور مادی تمام نمی شود، بلکه این مسئولیت آنان خیلی بزرگ است، چون باید در نفوس آنها ارزش های اخلاقی را مستحکم بسازند تا بتوانند نقششان برای ترقی و تقدم مجتمع را به درستی انجام دهند. با چنین کار روشنایی چشم پدران و مادرانشان در دنیا و آخرت بوده باشند، چون خداوند متعال می فرماید والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. و کسانی که می گویند پروردگارا از همسران ما و فرزندان ما مایه روشنایی چشم به ما عطا فرما و ما را برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده. و پیامبر علیه السلام می فرماید وقتی فرزند آن می میرد همه اعمال او منقطع می گردد مگر سه عمل: صدقه جاری یا علمی که دیگران از آن نفع ببرند و یا فرزند نیکوکاری که برای او دعای خیر نماید. همچنان که خانواده با فرزندان توجه می کند باید به حقوق والدین نیز توجه نمایند، چون خداوند متعال فرموده وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. و پروردگارت چنین حکم نموده که جز او را نپرستید و با پدر و مادر نیکی کنید، پس با چنین روش آرامش و امنیت و خوشبختی همه افراد خانواده متحقق میگردد. و برخی دیگری آن مشورت در میان افراد خانواده در امور زندگی، زیرا این کار باعث می شود تا همه اعضای خانواده نقش و اهمیت خود را احساس نمایند. و حضرت پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه همراه همسر خود حضرت ام سلمه رضی الله عنها مشورت کرد و با دیدگاه او موافقت کرد و خوشنود شد و خیر در مشورت او رضی الله عنها نهفته بود. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. درود و سلام بر خاتم پیامبران و رسولان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. بدون تردید اهل زن و شوهر در حفاظت بر هسته و استقرار خانواده نقش بزرگی دارند و آنها می توانند این نقششان را با پشتیبانی از پایه های محبت و احترام و آرامش و مودت میان زوجین و احترام گذاشتن بر ویژگی های آنان ادا نمایند و اختلافات موجود میان آنها را به تقدیم پن و ارشاد برایشان کنترل کنند، چون خداوند متعال فرموده و قل لعبادی یقول التي هی احسن ان الشیطان ينزغ بينهم ان الشیطان كان للانسان عدوا مبینا. با بندگان من بگو با یک دیگر سختی بگویند که آن بهترین باشد، بیگمان شیطان میان آنها فتنه و فساد ایجاد می کند. براسی که شیطان دشمن اشکاری برای انسان است. و در آیت دیگری فرموده و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. اگر از اختلاف و جدایی میان آن دو یعنی زن و شوهر بیم داشتید، پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن بفرستید و اگر این دو داور قصد اصلاح داشته باشند، الله میان آن دو زن و شوهر سازگاهی خواهد داد. بیگمان الله دانای آگاه است و در پاره پدران و مادران و دختران و نزدیکان ما چه فکر میکنید.
پس ما چقدر نیازمند هستیم تا در خانه های ما محبت و آرامش و رحمت را تحقق ببخشیم تا اینکه محبت و مهربانی و الفت و استقرار در همه مجتمع حاکم گردد. ای پروردگار، از همسران و فرزندانمان مایه روشنایی چشم به ما عطا فرما و ما را به پرهیزگاران پیشوا قرار بده.